فصل 27. وقتی قرار بر این شد که ما از راه دریا به ایتالیا سفر کنیم، پولس و چند زندانی دیگر را به سروانی به نام یولیوس از هنگ اوگوستوس تحویل دادند. به کشتی ادرامیتینی که عازم بندرهای استان آسیا بود سوار شدیم و حرکت کردیم و ارسترخوس مقدونی از اهالی تسالونیکی همراه ما بود. روز بعد در بندر سیدون لنگر انداختیم و یولیوس به پولس محبت کرد و اجازه داد که در آنجا به دیدن دوستان خود برود و مایحتاج خود را از آنان بگیرد. از آنجا بار دیگر راه دریا را در پیش گرفتیم و چون باد از جهت مخالف می‌وزید، از حاشیه قبرس که باد پناه بود عبور نمودیم و پس از گذشتن از آبهای قیلیقیه و پمفلیه به میرای لیکیه رسیدیم. سروان در آنجا یک کشتی اسکندریه‌ای را که عازم ایتالیا بود پیدا کرد و ما را سوار آن نمود. روزهای زیادی به آهستگی پیش می رفتیم و با زحمت فراوان به بندر قنیدوس رسیدیم و چون باد مخالف ما بود، جهت دیگر را در پیش گرفتیم که از کنار دماغه سلمونی و ساحل جزیره کرید که پناهگاه بود راندیم. به سختی از آنجا گذشته به نزدیکی های شهر لسائیه به محلی به نام بندر نیک رسیدیم. مدتی زیادی در آنجا گذرانده بودیم و دیگر ادامه سفر ما با خطر روبرو بود، زیرا مدت زیادی از روز کفاره که در اوایل پاییز است می گذشت. پس پولس به آنها نصیحت نموده گفت: آقایان، می بینم که سفر ما از اینجا به بعد پرخطر خواهد بود. به کشتی و به بار آن خسارت و زیان خواهد رسید. برای خود ما هم تلفات جانی خواهد داشت. اما سروان به حرفهای ناخدای کشتی و صاحب آن بیشتر توجه داشت تا به سخنان پولس و نظر به اینکه آن بندر برای اقامت زمستانی نامناسب بود، اکثر آنان صلاح دانستند که از آنجا حرکت کنند تا شاید به فنیقا برسند و زمستان را در آنجا که بندری کریتی و رو به شمال غربی و جنوب غربی است بگذرانند. پس وقتی نسیم جنوبی برخاست، به تصور آن که به مقصود خود رسیده اند، لنگر کشتی را برداشتند و از نزدیک کناره کریت گذشتیم. اما طولی نکشید که باد شدیدی که به باد شمال شرقی معروف است، از خشکی به طرف ما برخاست و به کشتی زد و ما قادر نبودیم کشتی را مستقیماً در خلاف جهت باد هدایت کنیم. بنابراین خود را به دست باد سپردیم تا با جریان آن پیش رویم. در پناه جزیره کوچکی به نام کاودا با زحمت زیاد توانستیم قایق کشتی را به اختیار خود درآوریم. آنان قایق را به کشتی سوار کردند و با طناب اطراف کشتی را محکم بستند و از ترس اینکه مبادا کشتی در جاهای کم عمق خلیج سیرتا گیر کند، بادبان کشتی را پایین کشیدند و ما همچنان با جریان باد پیش می رفتیم. باد شدید ادامه داشت، به طوری که روز دوم بار کشتی را به دریا ریختند و در روز سوم اسباب و لوازم کشتی را با دست خود به دریا انداختند. روزهای متمادی نه آفتاب به چشم می‌خورد و نه ستارگان. باد همچنان با شدت می‌وزید و دیگر هیچ امیدی به نجات ما نبود. وقتی که مدت مدیدی بدون غذا راه پیمودند، پولس در میان ایشان ایستاد و گفت: ای دوستان، کاش به حرفای من گوش می‌دادید و از کرید سفر نمی‌کردید تا از این همه آسیب و زیان در امان باشید. خب، حالا که اینطور شده است، از شما می‌خواهم که خود را نبازید. هیچ آسیبی به جان کسی نخواهد رسید، فقط کشتی از دست خواهد رفت. زیرا دیشب فرشته آن خدایی که من از آن او هستم و او را می‌پرستم در کنار من ایستاد و گفت: ای پولس، نترس، زیرا تو باید در حضور امپراتور حاضر شوی و خدا جان همه همسفرانت را به تو بخشیده است. پس آقایان باید قوی دل باشید،
زیرا من به خدا ایمان دارم و میدانم همانطوری که به من گفته است خواهد شد. ولی به کناره یکی از این جزایر رانده خواهیم شد. وقتی شب 14 فرا رسید و ما هنوز در دریای آدریاتیک از این سو به آن سو رانده می شدیم، نزدیک نصف شب ملاحان احساس کردند که به خشکی نزدیک می شوند. پس عمق پیمایی کردند و به عمق تقریباً 38 متر رسیدند. به فاصله کوتاهی دوباره اندازه‌گیری نمودند و به عمق 27 متری رسیدند و چون می ترسیدند که به صخره‌ها بخوریم، 4 لنگر از پشت کشتی به دریا انداختند و دعا می کردند که زودتر روز شود. ملاحان می خواستند کشتی را ترک کنند و برای عملی ساختن نقشه خود به بهانه اینکه می خواهند لنگرها را از جلوی کشتی به دریا بیندازند، قایق را به آب انداختند. اما پولس به سروان و سربازان گفت، اگر ملاحان در کشتی نمانند، نجات شما ممکن نخواهد بود. پس سربازان تنابهای قایق را بریدند و آن را رها کردند. کمی قبل از سپیده دم، پولس به همه اصرار می کرد که چیزی بخورند. او گفت امروز 14 روز است که در بلا تکلیفی به سر می برید و چیزی نخورده اید. تمنا دارم چیزی بخورید، زیرا نجات جان شما بسته به آن است. موی از سر هیچ یک از شما کم نخواهد شد. با این سخنان نان را برداشت و در حضور همه آنان، پس از آنکه خدا را شکر نمود، پاره کرد و شروع به خوردن نمود. پس همه قوی دل گشتند و غذا خوردند. تعداد ما در کشتی جمعاً 276 نفر بود. پس از آنکه سیر شدند، بقیه قله را به دریا ریختند تا کشتی را سبک نمایند. وقتی صبح شد، ملاحان خشکی را نشناختند، اما متوجه خلیجی با ساحل شنی شدند. تصمیم گرفتند که در صورت امکان کشتی را در آنجا به گل بنشانند. سپس بند لنگرها را بریدند و آنها را در دریا رها کردند و همان موقع بندهای سکان را هم شل کردند و بادبان جلوی کشتی را بالا کشیدند و کشتی را یک راست به طرف ساحل راندند. کشتی به یکی از تپه‌های زیر آب برخورد کرد و در آنجا گیر نموده دماغه کشتی ثابت و بی حرکت ماند، ولی قسمت عقب در نتیجه برخورد با امواج شدید در هم شکست. در این موقع سربازان فکر می‌کردند بهتر از زندانیان را بکشند مبادا کسی از ایشان به وسیله شنا فرار کند، اما سروان که می‌خواست پولس را سالم به مقصد برساند مانع انجام نقشه آنان شد. او دستور داد اول کسانی که شنا بلد بودند از کشتی به داخل آب بپرند و خود را به خشکی برسانند و بقیه یا روی تخت پاره‌ها و یا روی قطعات کشتی به دنبال آنان بروند و به این ترتیب همه ما صحیح و سالم به خشکی رسیدیم.